بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحسن حری هستم، بچه کربلا و محله عباسیه می نشستیم تا زمان 12 سالگی. حدود در سن 5-6 سالگی بودیم، ما تکیه می زدیم با بچه های محل، بچه ها رو جمع می کردیم سر کوچمون و چادری می زدیم ایام محرم و عاشورا با بچه ها، تا حتی بچه های خورد سالو میوردیم، اونا هم میمدن پیشمون و یک سینی میذاشتیم، نخود میذاشتیم، پیاز میذاشتیم که آشی بپزیم اینها. بعد بچه ها خب پول نداشتیم، بلد نبودیم، تا حتی الان یکی از این بچه ها خب بزرگ سالن، الان خودشون پیر غلام هیئت هستن. اینا خب سینی بهش میدادن، میرفت پول جمع میکرد. این بنده خدا یه چشش به من بود، یه چشش به اون آقا بود. من هی بهش میگفتم برو برو دنبالش، اونم میگفت عمی رید ادنا شل زی العابدین رید نطبخ، یعنی آش برای آقای امام سجاد بپزیم. تا اینکه خب پول جمع میکنیم، تا حتی من یادمه آش پختیم، اما نخود پیاز اینا همه گل هم بود، اونطور که باید بشه نبود. و عبایی که ما میزدیم به دیوار با تخته میزدیم داخل درز دیوار با آجر، تا حتی یادمه عباها سلاخ میشد. من یکی از خانوما آمد دعوام کرد، بعد خب بغلم کرد، مچم کرد، عذرخواهی کرد به خاطر امام حسین. و الحمدلله اونا همشون حالا هیئت دارن و پیر غلامان امام حسینن. اونایی که با ما نبودن، تو هیئت ما نبودن و نمیمدن، ازشون سراغشون گرفتم توی چندین ساله، به راههای دیگه کشیده شدن و اینا هنوز راهشون رو ادامه دادن و ایران اومدن، منزل ما اومدن و رفتن اشیا خریدن برای هیئتاشون، لاله ها خریدن، دیگ ها خریدن، حتی علامه شاه سلام علیه خریدن آوردن به خودشون و اینجا الان دارن ادامه میدن و ما هم مرتب داریم میام بهشون سر میزنیم و همو برنامه ها الحمدلله به برکت خدا و امام حسین هنوز انجام داریم میدیم. و خودمون هم الان اصفهان هیئت داریم، 13 روز محرم روزه داریم، پخت و پز داریم، الحمدلله به فضائل امام حسین. چیزی نداشتیم، از صفر شروع کردیم، از صفر هیچ چی نداشتیم، یه پرچم نداشتیم برای امام حسین. الان الحمدلله همه چی داریم،
فاطمیه داریم قضا میدیم، شعبانیه دو روز داریم کباب شامی میدیم، غدیر عید غدیر که مهمه ما نهار داریم توزیع میکنیم، بعد میاد ماه رمضان به برکت آقا امیرالمومنین افطاری میدیم و در کنارش این 13 روز که روزه داریم ما تو منزل هر روز پخت داریم و حینی که روزه تموم میشه این غذاها را توزیع میکنن که این خانم ها به منزل میرن دست خالی نرن. و الحمدلله به برکت آقا امام حسین حوائج گرفتن، اومدن توسل کردن به اهل بیت تو منزلمون، به دستگاه امام حسین ما پرچم میزدیم تو کوچه، زیارت ناحیه مقدسه من درست کردم اطراف کوچه همه جا میزدم زیارت ناحیه، تعلق با آقا امام زمان داره. اما یه شخصی اومد به من گفت چه خبر این همه پرچم میزنی؟ گفتم خدا اگه کمک میکنه از این بر بالا میرم. و همون شد، طبقه دومو ساختم به برکت خدا و اهل بیت، 25 عدد پرچم من سر پشتمون دارم، یعنی از کف کوچه تا کل اون پرچم ها دیده میشه حدود 13 14 15 متر تقریبا از خود آبادی، از خود فلکه که همون جاده قرار داره دیده میشه و مردم دارن لذت میبرن و استفاده میکنن و همه تشویقمون کنن الحمدلله. و که چیزی نداریم. حالا یه کسی اگر اومد گفت آقا من میخوام شریک بشم تو روزه، این کیسه برنج، میگم چش دستت درد نکنه، ردش نمیکنم. ولو یه فلس یک قران کسی بود اومد در خونه ساعت 2:30 شب در زد، یه خانومی اومد در خانه رو در زد، ما که نبودیم اینجا کربلا بودیم، دخترم در خونه رو وا کرد گفت حلالم کن، ببخشید من نصف شبی اومدم در زدم، من تو خونه دون نرس کردم، حاجت خدا بهم داده به دخترم یه خونه بهم داده بهش داده، من 12 تا قاشق چای خوری نرس کردم آوردم. خب این دخترم دید چی به این بگه، گفت حاج خانم الحمدلله که حاجت رو گرفتی و حاجتت روا شد، خدا رو شکر ممنونتم. این دو دست قاشق گرفت و آورد ازش تشکر کرد. یعنی تا این حد به کسی نه نمیگیم، هر کی هر چی آورد، دستگاه مال امام حسینه، تعلق با آقا امام حسین داره، امام حسین عظمت خداست، امام حسین هر چی داشت داد در راه خدا، هر چی داشت آقا ابو عبدالله داشت در راه خدا. ما همیشه دلمون برای کربلا تنگ میشد، واقعا تنگ میشد دلمون برای کربلا. یه یا حسین میگفتیم به دادمون میرسید، یه یا حسین. آقا ابو عبدالله گفت در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی. ما آقا امام حسین هر جا که باشیم، هر جا که هر کی باشه، یه یا حسین بگه به دادش میرسه و کمکش میکنه. ما حتی خواب کربلا را میدیدیم. خدا رحمت کند حاج آقا محمد شیرازی، حسین محمد شیرازی فرمودن به بچه هاتون عربی یاد بدید، روزی کربلا راهش واز میشه. و منم الحمدلله بچه هم عربی یاد دادم، خانومم عربی صحبت میکنه، دخترم عربی صحبت میکنه، الحمدلله حوزه رفتن، درس خوندن، مکتب اهل بیت به فرمایش خود مرحوم سید محمد شیرازی خدا رحمتش کنه و فرمودن حسینیه بسازید. گفتم حاج آقا من توان حسین، گفت خونه تو حسینیه کن. ولذا من به برکت خدا و اهل بیت این کار کردم، خدا ازمون قبول بکنه انشاءالله. باشد به ره دوست سبب کاره عمل فرد دنجر به جوانمندی و ایثار گذشتش، صحرا به جنان جشن خریداره چطوری از بنده حقیر از نوکری در ما بیازم میگیری. بسم الله بیدست در آن لحظه که
Perçemin üstünde salam olan eylemi bir gaz. Gel on millet için berkoç yurttan. Çak, çak moderyo, şun tarastarı haber. Hasen, Hasen, Rüyam Hasen. Vakıen خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. فراغ ای چندین ساله وقتی که وارد کربلا میگه باورش میشه آدم، میگه باورش میشه اومده کربلا، نه به خدا ذریعه گرفتیم باورمون نمیشد. الحمدلله خدا رو شکر، خدا رو شکر به برکت خدا، الحمدلله اومدیم کربلا، بازم اومدیم کربلا و هرچه قدم بیایم کربلا سیر نمیشیم. خداوند در طول سال انسان ها را امتحان میکنه، ما امتحان داریم میشیم. کسی که در درسه میره، دبستان میره یا دانشگاه میره، در طول سال درس میخونه الا آخر سال، و آخر سال ازش امتحان میگیرن. ما هم همینطور، همه ما همینطوریم. خداوند دارد از ما امتحان میگیره تا محرم، محرم که برسه، یعنی محرم و امتحان الهی. خداوند همه را امتحان میکنه. چه کسانی برای امام حسین قدم میدارن، چه کسانی برای امام حسین خرج میکنن و چه کسانی عزاداری میکنن، چه کسی بتونه از این درجه بالاتر بره و موفق بشه و چه کسانی که سک بزنن تو دستگاه امام حسین. حتی اونایی که سک میزنن تو دستگاه امام حسین حساب میشن اینا. خدا رحمت کند علامه مرحوم مجلسی نقل کردن تو بحار الانوار، یه عده ای را میارن روز قیامت اینا به غل زنجیر بستن، اینا را میارن، ندا میرسه اینا کیان، خطاب میشد اینا از نسل بنی امیه و بنی العباس هستن. بعد اینها میگن که خدای ما از نسل بنی امیه و بنی العباس هستیم، درسته، ولی در زمان حسین ابن علی نبودیم، در اون زمان نبودیم. خطاب میشه بله درسته نبودن، اینا عزاداران امام حسین را اذیت کردند، اینا به دوستداران امام حسین تهمت زدند، اینا عزاداران امام حسین زرج دادند، تهمت زدند، چه صحبتهایی که علیشون کردند، کتک زدند، کشتند، آزار دادند. ندا میرسد که اینها را در قعر جهنم بیاندازند. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه تو بحار الانوار اینو ذکر کرده. والله وقتی که رسیدیم کربلا، ذریحه که گرفتم یاد اون خوابایی که می دیدم رسیدم، اون رؤیاهایی که دیدم رسیدم. من در رؤیا حرم آقا ابی عبدالله داخل بودم، نصف شب بود، پریدم از خواب بالا. حالا چند سال قبل از که راه باز بشه خبر ندارم، ولی رؤیاها زنده شد، خوابها زنده شد به برکت خدا و اهل بیت، الحمدلله رب العالمین. جای شکر، هر چقدر شکر کنیم کم، هر چقدر شکر کنیم کم. من قشنگترین و زیباترین که تو خاطرم مونده این زیارت های اربعینه، که این فوج جمعیتی که الان هست بود در اون زمان، هوای سرد، تا حتی ماشینا که برام تعریف کردن، ماشینایی که میخواستن روشن بکنن برن یخ کرده بود. و مردم که الان من دیدم، شاهد بودم تو شارع شهدا باب الرأس الشریف که این خانواده ها خوابیدن با پتو، که به پسرم گفتم بابا ببین، من به یاد همون روزا انداخت. اینا همینطور که الان میخوابن اینجا، همون روزا هم شاهد بودم همین حقایق و بود این برنامه ها، همون روزا هم بود. من حقیقتش که سوار شدم که بیام از خونه بیرون،
به فکر مال و منال اینا نبودم، به فکر خونه نبودم، یعنی الان هم همینطورم، فقط فکر و ذهنمه که کی برسم کربلا، فقط این تو فکرم بود، این مرور میکردم هر چه زودتر برسم کربلا و عرض ادب کنم به ارباب بی کفن آقای امام حسین علیه السلام. والا همشون بهشون میگیم که اگر کسی که بتونه و نره کربلا، جفا کرده به خودش و خیانت کرده، یعنی زیارت امام حسین واجبه، چون فرصت کمه، هر آنی ممکنه آدم از دار دنیا بره و افسوس بخوره روز قیامت. روز قیامت همه اینایی که عاشقان آقا امام حسین هستن اطراف امام حسین گعده میکنن و سخن میگن براشون آقا امام حسین، که ندا میرسه که وارد بهش بشین، میگن نه ما اینجا در کنار آقا ابی عبدالله هستیم، بهترین صفا در کنار آقا امام حسین علیه السلام، و من به همه چی ترجیح میدم، یعنی به مال و منال و اینا هیچ کدوم به درد. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، دستگاه امام حسینه، اون نجات میده آدمی را. من یک کسی از دار دنیا رفت و به من گفتن که آشنا بود، براش نماز خوندم، تا به حال نماز میت نخونده بودم تو عمرم، خب اونجا خوندم براش نماز، بعدم به من گفتن که داخل قبر بذارش، گفتم من نمیتونم چون قبر خیلی عمیق بود، تهران این قبرها چند طبقه است، وقتی که گذاشتنش داخل قبر من رفتم فقط تکونش دادم، فقط بهش گفتم، به عربی گفتم، گفتم انخل حسین، انخل حسین، بس الحسین نجیک، فقط امام حسین دریاب، امام حسین تو رو نجات میده از همه چی، اون شفاعت میکنه تو رو، همین. و بعد از مدتی در عالم رؤیا اینو دیدم، این فامیلو، که گفت من پسر عمه شما تو این صف هستی، من تو اون صفم، میخوام بیام تو این صف، نمیذارن. گفتم حالا اومدی وایسا، شاید کسی باهات کاری نداره، و از خواب پریدم بالا، این دستگاه امام حسین. ذکر نام امام حسین رو براشون گفتیم، از بچگی براشون گفتیم، و اونها هم عاشق امام حسینن و دوست دارن دستگاه امام حسین رو، حتی تو روزه خدمت میکنن. شاید در طول سال ما چیزی نداشته باشیم تو زندگیمون، از جان و دل کسانی هستن مثلا برای امام حسین، برای زندگیشون در طول سال قالی عوض میکنن یا مبل و زندگی هاشون عوض میکنن، جواهرات خانوماشون عوض میکنن. ما نه، ما اون که داریم هر چی هست این ظاهر و باطلمونه، اما هستیمون در امام حسین خرج میکنیم و بچه هامون هم دوست دارن، حسینی هستن الحمدلله رب العالمین. همشون هم آوردم کربلا، دو تا دختر دارم، دو تا پسر، همشون آوردم کربلا، چهار بار پنج بار آوردمشون به حمدالله، که الان دخترم هم بود، بانوام بود، دامادم بود، الان رفتن به طرف ایران. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، تنها کشتی که نجات میده انسان آقا امام حسین. قال الصادق علیه السلام ان لجدی الحسین علیه السلام سفینه النجات، من ركبها نجا و من تخلف علیها هلك. کشتی نجات جدم حسینه، و ما به کشتی آقا امام حسین متوسل شدیم و انشالله شفاعتمون خواهد کرد. اینو من یه تلفظ به عربی صحبت کردم. الامام الحسین، بسم الله الرحمن الرحیم، الامام الحسین عظمه الهیه، الامام الحسین علیه السلام یوحدنا و هی وحدت عظیمه مستمره بین عشائر والقبائل
وأبناء العالم وبين أبناء الحسين عليه السلام، وهي كانت ضد الطغاة، والإمام الحسين عليه السلام يوحدنا. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. حفظ شاعر حسيني باید در قلب انسان باشه، انسان از قلبش بیرون نکنه. و بچه رو اگر بخوایم تربیت بودیم به مسائل آقا امام حسین و مکتب امام حسین، لازم نام امام حسین رو بهش بگیم، امام حسین رو بهش معرفی کنیم و مکتب اهل بیت رو بهش معرفی کنیم و گذشت و بخشش آقا امام حسین رو بهش یاد بدیم، رها کنیم این کودک رو. این کودک خودش میشه حسینی، دیگه نیاز به مشاوره و امثال اینها نداره. آقا امام حسین رو باید مظلومیتش رو به دنیا معرفی کنیم، مظلومیتش به عالم بگیم که با 72 تن وارد کربلا شدن و عده کثیری در مقابل آقا امام حسین ایستادن که آقا امام حسین فرمودن آیا حرامی را حلال کردم، آیا حلالی را حرام کردم؟ گفتن که نحن نقاتلک بغضا لأبیک، ما با تو می جنگیم به خاطر که کینه با پدرت داریم، به خاطر اینها با تو می جنگیم. و ایستادن در برابر آقا امام حسین، چه جنایت هایی که نکردن در طول تاریخ، و خون امام حسین و خونبهای امام حسین فقط آقا امام زمان انشاءالله خواهد گرفت. و دیه امام حسین کسی نمیتونه تعیین کنه. آقا اینقدر خونبها امام حسین، خدا فقط میتونه تعیین کنه چقدر بهای خون آقا امام حسینه، اون فقط. من اینو لمس کردم، نمیتونم بگم، لمس کردم آقا امام زمانو، آقا امام حسینو لمس کردم و نمیتونم به زبان بیارم، واقعا نمیتونم، حقیقتا نمیتونم. بارها ازشون خواستم و دیدمشون تو راه، دیدم خود آقا امام حسین و آقا امام زمان و، ولی نمیتونم اونطوری که باید بیان کنم، قادر نیستم. من بارها حاجت خواستم، حاجت خواستم از آقا امام حسین، حتی کربلا نبودم، در ایران که بودم هرگاه هرچی خواستم به هم داده. یعنی هنوز بیانم تموم نشده، خدا شاهده بیانم تموم نشده به هم داده. احنا غیر حسین ما عدنا وسیله، ما غیر از امام حسین وسیله دیگری نداریم، فقط حسین. مصیبت آقای امام حسین اون لحظه ای که اینا میمدن طرف آقای امام حسین، آقا امام حسین سرشون رو میوردن بالا از تو قتلگاه، نگاهش به کجا بود؟ به خیمگاه. نگاه به خیمگاه میکرد که انی میخواد بگه به زینب که من هنوز زندم. و اینا وحشت میکردن، دشمن لشکر بنی امیه آقا امام حسین که سرشون رو میوردن بالا، نگاه به طرف خیمگاه میکردن، اونا وحشت میکردن، عقب میرفتن. این صحنه رو من مرتب در نظر دارم. چطور کسی که میخواد فرزندشو
ازش جدا بشه، جدا بشه پدر از فرزند. الان خیلی هستن دخترش میخواد برد عروسی، داره گریه میکنه. آقا دخترت داره خوشبخت میشه، گریه میکنه، نمیدونه چطور میشه. خب ما اینجا آقا امام حسینه، چطور اولتر از همه است، بالاتر از همه است، اماممونه. ازش دل کندن واقعا سخته، واقعا سخته. من اصلا خداحافظی با آقای امام حسین نمی کنم، میرم زیارت میکنم، طواف میکنم و میرم، میگم یا ابا عبدالله میخوام دوباره برگردم. همین، در همین حد خداحافظی به هیچ عنوان هیچ وقت نکردم، چون من یه عمر اینجا بودم، بچه اینجا هم سقم با تربت آقای امام حسین باز شده. بگن دیگه واقعا دیگه دق میکنم، دق میکنم، نمیتونم تحمل کنم، چون ذکرم حسینه، ذکرم حسینه، راهم حسینه، هدفم حسینه. نمازی که ما میخونیم، نمازی که ما میخونیم مدیون آقای امام حسینیم. این پرچمی که ما میزنیم سر خونمون مدیون آقای امام حسینیم. این اشهد ان علی الولی الله رو مناره گفته میشه مدیون امام حسینیم. آی نماز خونا، آی کسانی که نماز میخونید مدیون آقای امام حسینید. زیارت امام حسین از دستتون نره، غافل نشید. واقعا از دستتون بره پشیمون میشید. یوم الحسر، روز قیامت یوم الحسر، دستا به دهن، حسرت میخوره، میگه ای کاش یک بار زیارت امام حسین رفته بودم. پیر غلام آقای امام حسین که دو بار جام داد، حبیب من یجیب و حبیبه، آقا حبیب ابن مظاهر، دوبارم زیارتش میکنی، وقتی وارد میشی، وقتی خارج میشی، سلام الله علی حبیب. ناصر الحسین، حبیب ابن مظاهر که فعالیت زیادی داشت واقعه کربلا، خیلی فعالیت داشت آقا حبیب ابن مظاهر، سلام الله علیه. من ممنونم از حضرت زهرا، فاطمه زهرا صدیقه دعالم، که کمک کرد این راه اومدیم زیارت فرزندش و سفره پسرشو تو خونمون میندازه. من ممنونم از فاطمه زهرا سلام الله علیها که انشاءالله خدا کمک بده ایام فاطمی هم بتونیم عرض ادب کنیم انشاءالله بحول الله. هوای دیدن تو گرفت خواب و از تو چشمان شده جاده نجف تا کربلا تموم رویا. حالا که پر ندارم تا حرم میام پای پیاده، میزنه نبض دلم تا به کربلا با دل جاده. اگه که عمری باشه بازم، اگه سر گم بباره هر به این آقا مثل جابر میشم زاده.